از دکتر نیما نوروزی، روانشناس بالینی، مشاور و رواندرمانگر از لندن پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آی دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. آی دکتر، خبر رو با هم دیدیم و شنیدیم. لطفاً تحلیل شما را در رابطه با معضل افزایش نگران کننده خودکشی در جهان و دلایل آن بشنویم. بفرمایید. سلام بر شما و بینندگان عزیز. عوامل زیاد این در این رابطه دخیل باشه، چون خودکشی یه موضوعی هستش مشکلات روانی اثر داشته باشه. بعد مشکلات اجتماعی، فردی، خانوادگی میتونن نقش داشته باشن. در سطح عوامل فردی ما میتونیم مشکلات روانشناختی رو اشاره بکنیم، مثلا افسردگی و اینها که بحث مفصلیه واردش نمیشن. و بعد میتونه مسئله ناامیدی باشه، فرد از زندگی ناامید بشه، از اینکه بتونه مشکلاتش رو حل بکنه ناامید بشه و به یک حالت درماندگی برسه و فکر میکنه دیگه تلاشش برای تغییر سرنوشتش فایده ای نداره. و میتونیم به معنای زندگی اشاره بکنیم، اگر کسی معنایی در زندگی نداشته باشه و نتونه معنایی پیدا بکنه، دوباره این مسئله تشدید میشه. و مسئله اصلی دیگه احساس تنهایی هستش که به صورت فزاینده ای در زندگی مدرن و صنعتی داره اتفاق میفته. آدم ها تنها تر و تنها تر میشن و این میتونه خطر جدی برای خودکشی باشه. و از زاویه اجتماعی بخوایم نگاه بکنیم، مهمترین مسئله به نظر من نابرابری اجتماعی هستش که در حال حاضر در همه جای دنیا وجود داره و به ویژه در ایران هم خیلی زیاد هستش. ممکنه برای افرادی امکان کار و درآمد وجود نداشته باشه، یا حتی اگر کاری هم باشه ممکنه کاری بسیار سخت و طاقت فرسا و استراب انگیز باشه و استرس‌زا باشه و شرایط رو خیلی بدتر بکنه. به اضافه اینکه اون نتیجه‌ای که از کار داره باز دوباره تأثیری روی زندگی نداره، نمیتونه زندگیش رو بگردونه. بعد مسئله دیگه اینکه تحصیلات دیدیم که در گذشته خیلی امید و آرزوی خیلی ها بوده، ولی الان مردم متوجه شدن با تحصیلات جز اینکه میرن وقت میذارن، انرژی میذارن و عقب میافتن از زندگی، نتیجه دیگه ای نداره. و این باعث شده که میبینیم چقدر پزشکا در ایران خودکشی میکنن، دانشجویان تخصص رزیدنتی خودکشی میکنن، درست به خاطر شرایط طاقت فرسایی که وجود داره و در این حال احساس ناامیدی میکنن نسبت به آینده. و همینطور مسئله خانواده هستش که خب خانواده در گسستگی در خانواده وجود داره، یا حتی خیلی از آدما نمیتونن خانواده تشکیل بدن و اینها. بله آقای دکتر، پیرامون هشدار سازمان جهانی بهداشت در رابطه با این موضوع و ضرورت افزایش آگاهی ها هم لطفاً توضیحات شما رو بشنویم. بله خواهش میکنم. خیلی اهمیت داره. در واقع یکی از راه‌های پیشگیری افزایش آگاهی هستش. همه آدم‌ها باید آشنا باشن در رابطه با خودشون، خانواده و جامعه که چی کار باید بکنیم. در سطح فردی من فکر می‌کنم ما باید سعی کنیم، یعنی افراد باید سعی کنن که ارتباطات بیشتری با آدم‌ها برقرار بکنن، چون خود این ارتباط وجود در جمع میتونه احساس بهتری ایجاد بکنه و غم‌ها و دردها رو کاهش بده. کار خیلی اهمیت داره. اگر فردی کار بکنه، خود صرف کار این میتونه انگیزه ایجاد بکنه برای زندگی و فرد رو در مسیر طبیعی زندگی قرار میده. و تشکیل خانواده دوباره، ببینید ممکنه خیلی از افراد فکر کنن یا تجربه بکنن که یک روابط زودگذر یا زندگی های زودگذری داشته باشن و حس کنن که خیلی خوبه و خوش میگذره، ولی این پس از مدتی دوباره اون حس ناامیدی رو به وجود میاره و انگیزه ها رو کاهش میده. بنابراین تشکیل خانواده خیلی اهمیت داره. در سطح خانوادگی اگر بخوام بگم، برقراری ارتباط خیلی مهمه. شما اشاره کردی به گفتگوی باز. اون گفتگوی باز رو من باید بگم موقع اتفاق میفته که اون گفتگو همدلانه باشه، یک ارتباط همدلانه برقرار باشه. یعنی اگر فردی میخواد با یکی از اعضای خانواده خودش یا دوستان خودش ارتباطی برقرار کنه که پیشگیری کنه از این ماجرا، باید سرزنش رو بذاره کنار، قضاوت رو بذاره کنار و سعی نکنه نصیحت بکنه. فرد بیشتر باید شنونده خوبی باشه و سعی کنه از نگاه اون فرد به مشکلاتش نگاه کنه که ما بهش میگیم همدلی. و حمایت اجتماعی خیلی اهمیت داره. اگر فردی مشکل داره، دیگران در کنارش باشن و سعی کنن ازش حمایت کنن. و اگر بخوایم در سطح جامعه و حکومت هم نگاه بکنیم، مسئله
عدالت اجتماعی خیلی اهمیت داره. اینکه حکومت‌ها باید سعی بکنن عدالت اجتماعی رو برقرار کنن تا افرادی که به هر حال به نسبت زحمت می‌کشن، کار می‌کنن، بتونن سهمی از زندگی در اون جامعه داشته باشن و سهمی از رفاه در اون جامعه داشته باشن. بله، سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از دکتر نیما نوروزی، روانشناس بالینی، مشاور و رواندرمانگر از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.